میکنه با توجه به قوی بودن زیرساختای بهداشتی در استان سیستان و بلوچستان. الان در سه منطقه زابل و زاهدان ایران شهر 75 الی 93 درصد مردم تحت پوشش قرار داده شدن و از لحاظ علائم بیماری کرونا مورد غربالگری قرار گرفتند. تک به تک افراد و کسانی که مشکوک بودند راهنمایی شدند که تست انجام بشه یا به صورت سرپایی در مراکز سرپایی ما پذیرایی بشن و اقدامات درمانی انجام بشه یا به بیمارستان. خوشبختانه در استان سیستان و بلوچستان موارد ابتلای ما کمتر از متوسط کشوری هست، ولی با توجه به اینکه ما یک تعداد از بومیای استان خصوصا در منطقه سیستان از سایر استان‌ها آمدن بر این استان حدود 25 درصد جمعیت اضافه شده، نگرانی‌هایی برای یکی دو هفته آینده داریم. طرح فاصله گذاری اجتماعی به خوبی در اینجا مقدماتش انجام شده و خصوصا در منطقه چابهار و شهر زاهدان این اقدامات انجام شده. البته انتظار داریم مردم همکاری بیشتری رو در این زمینه انجام بدن. من اگه اجازه بدید همین یه نکته رو اضافه بکنم، خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، خیریه و افراد ما به صورت شخصی حمایت می‌کردن از افراد نیازمند و آسیب پذیر در شرایط عادی. گزارش‌های ما داریم به دلیل محدودیت تردد این حمایت‌های غذایی و حمایت‌های به صورت ارائه خدمات یه مقدار کمتر شده. من همینجا از مردم خواهش میکنم، چه سازمان‌های مردم نهاد، چه خیریه‌ها و چه افراد به صورت شخصی، به دو گروه، یکی افراد تحت پوشش سابق خودشون که مشکلاتشون تو این شرایط کمتر نشده، حتما کمکشون رو بیشتر کنن. یه گروه هم سرکار خانم شریفی کسانی هستن که کارگران روزمزد، کارگر ساختمانی بوده، پیک بوده، خیلی شغلای اینجوری الان آسیب پذیر شدن که موقتاً بیکار شدن. بله موقتاً بیکار شدن، دولت حمایتایی رو داره میکنه ولی بعضن ممکنه دست این افراد نرسه، ناکافی باشه. من خواهش می‌کنم تو این شرایط سخت کسانی که دستشون میرسه از صورت غیر حضوری این کمک‌ها رو انجام بدن. خیلی ممنونم.